جناب سفیر صاحب، شما گفتین که کشورهای منطقه میخواین در افغانستان دخیل باشن. در افغانستان چی در حالت واقع شدن است؟ خلیلزاد از اجماع منطقه حرف میزنه، از اتصال منطقه حرف میزنه، اتصال کشورهای آسیای میانه با جنوبی آسیا و از همکاری های منطقوی حرف میزنه. آیا میریم به اون طرف، به طرف همکاری ها، و یا در اینجا میریم به طرف خدا نخواسته جنگ نیابتی، چون بحثای داعش هم وجود داره؟ وضعیتی که قبلا طرح امریکایی را صحبت کردیم، تقسیم قدرت 50-50 و تقسیم مناطق، و این خب نگرانی زیادی وجود داره. پس چی در افغانستان جریان دارن و کشورهای منطقه در چی میخوان که شریک باشن؟ در همکاری یا در رقابت؟ ببینن، ما شما شاهد هستیم که در مدت 20 ساله که در واقع جامعه جهانی ما شما رو کمک کرد افغانستان، هیچ وقت در واقع نیروهای افغانی آماده نشدن که با هم صلح بکنن. زمانی آماده شدن که کشورهای منطقه فرامنطقه خواست که اینا بکنن. بله. معنی است که در واقع اختیار ما به دست خود ما نبوده. ممتد. ایناله. وقتی که اونا خواستن، در واقع ما ابزار از اون هستیم و هر وقت کشورهای منطقه فرامنطقه بخوان میخوان یک توافق بکنن. ایناله. همین روند موجود که فعلا جریان داره، من نظرم است که بیشتر به اساس منافع کشورهای منطقه و فرامنطقه این شکل میگیره تا به اساس منافع اولیای افغانستان. درست، این کب درست، لیکن این منافع چی هست؟ آیا یا میخواین که در افغانستان زمینه همکاری اقتصادی را به وجود بیاره، و یا شریک یک جنگ نیابتی در افغانستان باشن؟ اگر بگیریم یک فرموله، میگه 20 سال یا پیش از اون 20 سال میگه در واقع جامعه جهانی با تمام توان کمک کرد افغانستان، اما شما مردم نه دولت ساخته تانستین، نه ملت خود تقویت کرده تانستین، دو چیز کرده نتانستین، بلکه امروز در واقع با یک تهدید امنیت ملی به ما بدل شدیم. میگن که مواد مخدر از شما میاد، تروریسم از شما میاد، صد تا فساد از شما میاد، صد تا مشکل از شما میاد. اینا الان وقتی که ما میگیم که بالاخره در محور مصالحه افغانستان کشورهای منطقه با هم توافق میکنن، هر کدومشان در واقع اونم ملاحظه امنیت ملی خود دارن. به طور مثال، مثلا پاکستان میگه که ما در جنوب افغانستان ما ملاحظه امنیت ملی دارم، ما دیگه نمیخوایم که از طرف باید تهدید شم. ایران میگه که ما در سرحدات خود ملاحظه امنیت ملی دارم، ما نمیخوایم تهدید. روسیه به می ترتیب. پس اگر توافقی صورت بگیره با رزی بین کشورهای منطقه و فرامنطقه، بیشتر به اساس منافع استراتژیک خود کشورها صورت میگیره تا منافع افغانستان. همین که بتوان در واقع اینمی ساحه نفوذ خود در افغانستان تثبیت کنن و همون کمربند امنیتی ملی خود در این مشخص بسازن، این خود کلانترین منافعی است که در واقع از ناحیه افغانستان مطمئن میشن و به اون نسبت اینا از کشور دیگه احساس ترس تهدید نمیکنن. این خود بهترین حالت برای کشورهای منطقه خود بود. بله. که روسیه مطمئن شود از افغانستان برش خطر نیست، چین مطمئن شود. و تا یک حدی برای افغانستان خوب است که افغانستان مرکز تهدید برای کشورها نباشن و طبعا ضرر کشوران باز برای ما نمیرسه. لیکن آیا این با منافع امریکا هم همسویی داره یا نه؟ بزرگترین و مهمترین بازیگر خود امریکاست. منافع امریکا رو چی ایجاب میکنه؟ ایجاد همکاری های اقتصادی و تعاون، و یا ای که بی امنی و دردسر به کشورهای منطقه؟ ببینید، آن چیزی که در واقع در اولویت منافع امریکا قرار دارن مسئله امنیت ملی شان است. شما میدونید که مسئله امنیت ملی به شدت به اونها اهمیت دارن. همین که بطور مثال از افغانستان احساس تهدید نکنن که در یک تروریسم، یکی از مسائل است که در واقع با طالبان همین صحبت کردن و اساسا همین توافق کردن در اینجا. این مسئله باشون اهمیت داره. اما در عین حال که این مسئله اهمیت داره، باید داشته باشیم که این کشورهای کلان در واقع در سر تا سر جهان مسائل امنیت ملی خود جدی میگیرن. به اون رقم در جایی که نفشان باشه اون جدی میگیرن. من از نظر من میسته که من پیشتر گفتم که وقتی میخوان کشورها سایه نفوذ تثبیت کنن، در واقع در خود افغان ها بسیار کم انتخاب گزینه میمونن دیگه، اینا نمیتونن زیادتر. ما شامل بازی نیستیم، ما شامل بازی نیستیم که ما. لیکن منافع امریکا چی را ایجاب میکنه؟ هدف ما ایست. تیوری های وجود داره که امریکا میخواه که در رقابتی که با چین دارد، با روسیه دارد، دردسر برشان ایجاد کنه، منافع اقتصادی شان از صدمه برسانه، و او از رای ممکن است که افغانستان بره به طرف بی‌ثباتی، جنگ، تقوی تروریسم و افراطی‌گری، و ای ابزار است که به دست امریکاست، از طالب گرفته حتی از مجاهد گرفته در مقابل اتحاد شوروی، از مجاهد گرفته تا به طالب و فردا تا به داعش. ای ابزار است که به دست امریکا قرار داره و در رقابت خود با کشورهای دیگه از او استفاده میکنه. حالا این در شما چگونه
فکر میکنین از این ابزار استفاده خواهد صورت خواهد گرفت و یا تغییر خواهد کرد وضعیت؟ ببینن این در واقع خود کشورا در محیط بین المللی این حق طبیعی خود میشمارن که به خاطر امنیت ملی خود، به خاطر منافع استراتژیک خود، به خاطر منافع کشور خود بیان وارد این بازی شون. منتها یک مسئله که مهم است که ما همیشه گفتیم که در افغانستان از ابزاری که تروریسم باشه استفاده نکنید. همین گفتیم در واقع نکنم. حالا شتا اینا شما این در واقع حق مشروع خود میدونه که از هر ابزاری به خاطر مسائل امنیت ملی خود بسار به خاطر منافع خود اونها استفاده کنن. خب مطمئنن که وقتی که ما میگیم که ایالات متحده آمریکا جامعه جهانی در افغانستان هستن، یعنی که در واقع خواسته بودن که ابتدا آمده بودن که ما میخوایم تروریسم را شکن کنیم یا مرا با مواد مخدر توقف بدیم یا صلح را بیاریم، یعنی در واقع اولویتاشون بود. آره که اولویتاشون تغییر کرده، آره که اولویتاشون تغییر کرده در واقع امور رقم که شما گفتین که مثلا با کشورها میخوان در رقابت هستن، مطمئن که در رقابت هستن در هر گوشه دنیا، در واقع این ابرقدرت ها با هم در رقابت هستن، کشورهای منطقه با هم در رقابت هستن، پس به اون نسبت مطمئن که از ابزار مطلوب میخوان که استفاده کنن. درست. پس این پروسه برای ما بر افغان ها به چی معناست؟ راست پرسال کنم همین پروسه که فعلا جریان داره، من به اون نسبت گفتم که بالاخره گفتم اگر اول خوب این امکان اگر بالاخره سرانجام اگر توافق صورت بگیره بنا مصالح ملی یا در محور مصالح ملی افغانستان، این توافق به اساس منافع کشورهای منطقه فرامنطقه است، نه به اساس منافع مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح پایدار. این به او حساب نیست. چرا نیست؟ به خاطر تا هنوز نیروهای داخل افغانستان از خرد تا کلان اینا عزم اراده به خاطر صلح به خاطر کشور خود ندارن و بسیاری از نیروها در واقع وابسته به کشورهای منطقه و فرامنطقه هستند. پس به اصول عمل کردن یا به اساس رویکرد راهبرد از اوناست. یعنی افغانستان فعلا صلحش در چارچوب راهبرد بیرونی هاست. تا هنوز در واقع افغانا از این منجلاب کشمکش نزاع درونی داخلی اینا بیرون نشدن. شما میبینید که حتی دو دکتر صاحبایی که در حکومت وحدت ملی بودن و فعلا هم هستن تا هنوز یا بین خود صلح نکردن. اینا چطور بتونه که در واقع بین ملت افغانستان بالاخره بین با طالبان و با منطقه یا صلح بیارن؟ یک امر غیر ممکن است و الا که در واقع از طرف بیرونی دیکتیشن هم که چی باید بکنن و خودشان هم نمیدونن که چی میکنن. هر کدوم به خاطر حفظ قدرت خود تلاش میکنه که باید در یک قسمت افغانستان باشن. هر یکشان به خاطر حفظ قدرت خود تلاش میکنن. سیاست های حکومت افغانستان و موقف حکومت افغانستان با این پروسه که به نام صلح جریان داره خب در مخالفت واقع قرار داره. مثلا پیشنهاداتی که در این مورد میشه همیشه با او مخالفت نشان داده. این مخالفت به خاطر ادامه قدرت خود است و یا به خاطر نگرانی هایی که از این پروسه وجود داره عزیز؟ مطمئن به خاطر حفظ قدرت است، به خاطر تداوم قدرت است، در جای شک نیست. در غیر صورت اگر اینمی نگرانی هایی که آقای اشرف غنی مطرح میکنه به اون ترتیب اگر به خاطر تداوم قدرت نباشه، چرا فعلا در واقع خود حکومت من هست یک مرجع اعتماد ملی پیش مردم افغانستان وجود نداره و تا آن روز چرا نتونست حکومت در واقع یک اجماع ملی را بیاره به خاطر مسائل اولیای افغانستان یا صلح افغانستان و چرا سیاسیون و دیگه نیروهای سیاسی حاضر نشدن که در محور حکومت حلقه بزنن؟ خب مطمئن که می فهمن که به خاطر حفظ تداوم قدرت خودش است با اون نسبت مردم اعتماد نکردن. یعنی اگر به خاطر منافع ملی می بود حکومت باید اجماع ملی را به وجود بیاورد برای قوت‌های سیاسی داخل در افغانستان به وجود می آورد. ببینید و این کار است که نشد. نشد. ببینید اگر واقعا به خاطر مسائل منافع ملی افغانستان می بود، اولین کاری که میکرد همین بود که همین تمام حریفای سیاسی خودم میخواست که برادر مسئله صلح افغانستان فقط با ما ارتباط نداره، با کل مردم افغانستان ارتباط داره. این کشور سرزمین کل این اقوام باشنده سرزمین است و به اون نسبت بیا یک موشو یک چاره بسنجیم. من حکومت هستم، من رئیس حکومت هستم، من رئیس دولت هستم، اما مسئله بسیار کلانتر از این است که من خودم تصمیم بگیرم و مسئولیت بگیرم. بهتر است که بیان تصمیم مسئولانه و یک جایی بگیریم و ما از موضوع قدرت، از موضوع قدرت ملی به مسائل صلح و جنگ بپردازیم، هم با طالبان، هم با پاکستان، هم با آمریکا، هم با کشورهای منطقه و فرامنطقه بگوییم که کشور ماست، ما در واقع نقش میتیم، ما باید در اینجا باشیم. حالا خود آقای اشرفی خود دستنگر است که یک دفعه با آقای خلیزات میبینه، یک دفعه با دوحه میبینه، یک دفعه با این کشور میبینه، یک دفعه با اون کشور میبینه. درست. لیکن حکومت در وضعیت که قرار داره حتی اگر دایه ادامه قدرت خودم باشه این کار ممکن است برشان؟ یعنی شما ببینین گزارش هایی که تا چند روز ما میبینیم و میشنویم، انتقال پول از طریق میدان هوایی حامد کرزی، تبدیلی هایی که صورت گرفته،
رفت آمد تیاره هایی که هیچ ویتش معلوم نیست. ده ها مورد دیگه فساد که هر روز افشا شده میره. این حکومت که نه حمایت سیاسی افغانستان داره و در پالوی از او گزارش هایی که از قبیل وجود داره، این قدرت و توان زیر داره که حتی تنها اگر ادامه قدرت خودم باشه این را ادامه بدن. ببینید اول رقم شما گفتین در تمام مسئله که شما یک کرده در واقع امو ادعای ما را ثابت میکنه. امو رقم گفتین مسئله پول گفتین، موضوع پول. یک وزیر مالی آقای ارغندیول داشت، امو با مردم پارستان معلوم است که یک آدم خوب یک آدم پاک است و خواست که در واقع از فساد جلوگیری کنه. چرا یک نفری که در واقع تصمیم داشته و اعلان کرد و تعهد کرد و خدای خود به این وطن تعهد کرد که من دامنه فساد نمیمونم، او رو چرا وسو کردن؟ مطمئنه که به خاطر تداوم فساد با این کار کردن. اینا من فکر میکنم تا جایی که من میبینم در چند روز اخیر که شما گفتین به شدت دست و پاچه هستن و دلیلش بسیار روشن است. یک حکومت متقلب بوده، از راه تقلب آمده، پایگاه مردمی نداره و نتونست که در این مدت در واقع بتونه مشروعیت کسب کنه، دیگر مشارکت نداد، مسائل قومی و زبانی دامن زد به شدت، مردم به اعتماد ساخت. حالا در واقع در یک جای دیگه دست پای میذاره، دقیق نمیدونم که چرا پول امکانات دیگه پارا میخوان که در واقع در چیز در بیرون اینا انتقال بدن. مسئله از این دست چون ارزیابی میکنن این مسئله را، اگر انتقال پول به این سطح جریان داشته باشه این چی را نشان میده؟ اگر این گزارش ها نادرست است چرا حکومت تحقیق نمیکنه؟ چرا جواب نمیده؟ و اگر خدا نخواسته درست است این چی را نشان میده؟ ببینید من فکر میکنم هر حکومتی که بارزی بیایه، هر حکومتی که بیایه ولو که موقت بیایه، هر حکومتی که بیایه اولین مسئولیت چمیسته که در واقع یک کمیسیون ایجاد کنن تا تمام مسائل حکومت قبلی را اینا بررسی کنن، مسائل پولی را، مسائل فساد را، مسائل قرارداد را، مسائل مختلف دیگه باید بررسی شوه. اگر واقعا میخوان در افغانستان صلح بیایه تمام مسائل باید بررسی شوه، یک به یک بررسی شوه، اشخاصی که در واقع متهم به این مسائل هستن و تمام اینا این باید بررسی شود. امون رقم شما گفتیم که در یک حالت بسیار بد قرار گرفته و هر کس در واقع میخواد یک جای رو چور باید بکنه، یک چیز رو باید بکنه، یک چیز رو باید بیرون بکشه. یک تعداد شما شاید هستن که گرفتن رفتن بیرون در واقع، یک تعداد در حال امون کار شاید باشن، ممکن هرچی به هر صورت این میرسانه که در واقع نه خودشون نمیده که اعتماد به آینده وجود نداره. ولی اعتماد با آینده وجود نداره، حتما وجود نداره، بلکه شک هست که وجود نداره دیگه. چرا کم ببینین پس چی... دایه دفاع از جمهوریت یک دایه بیمانه است، یک دایه دروغ است که جمهوریت به تقلب. ولی جمهوریت بسیار ارزشای دیگه می داشته باشه. کدام جمهوریت به اون ترتیب؟ یعنی چی؟ ببینین هم یک نفری که در تنگنا قرار بگیره در داخل طالب کو واضح اعلان کرد که تو باید پس شوی، گفت مردم افغانستان هم در واقع قطعا نمیخوان که همین حکومت عامل فساد عامل صد تا رنگ ببینن. درست هستم، هم مردم افغانستان اعتماد نداره، هم دشمنایی که در واقع دشمنای حکومت اعتماد نداره، هم کشور منطقه اعتماد نداره، فرا منطقه اعتماد نداره، ایالات متحده آمریکا در واقع یک طرح بدیل داره که با چه رقم چه ترتیب با چه، حتی در داخل خود همون نظام کساست قطعا توافق نداره به این ترتیب. پس این چطور میتونه که در واقع این زنده بمانه؟ همه طور یک رژیم ممکن نیست که و به اون نسبت به سپاهی که میزنه در واقع من فکر میکنم که آخر حکومتش باشه. درست، آخر حکومت. درست. پس ببینین برای مردم افغانستان آلی مکلفیت حکومت است، در یه چکی وجود نداره که اگر تهدیدهای وجود داره، اگر نگرانی هایی در مورد پیشنهاد صلح که امریکا داره وجود داره و یا رقابت کشورهای منطقه، یه خوب مکلفیت حکومت است که به خاطر نجات افغانستان تصمیم بگیره. لیکن اگر حکومتی کار نمیکنم این که آینده افغانستان است، احزاب افغانستان، سیاسیون افغانستان، ما چی قدم میتونیم و چی باید بکنیم؟ من نظر من میسته که شما میبینین که من رای را که من یعنی در واقع خودم هم فکر میکنم همیسته که در افغانستان مردم مشکل ندارن، از هر قومی که هستن در واقع کلشون تشنه صلح هستن، این شک نیستن و هیچ کس با هیچ کس دشمنی ندارن. فقط میمونه که الیت یا طبقه نخبه افغانستان، همین طبقه نخبه افغانستان قطعا باید در انمت یک موقعی که تمام جهان میگه در افغانستان صلح بیه، از انمت یک فرصت استفاده بهینه بکنن، صدای صلح واقعی مردم افغانستان بلند بکنن. اگر این صدا رو تانستیم در واقع به شکل واحد هماهنگ بلند کنیم، مطمئنه که هیچ کشوری نمیتونه که صدای مردم افغانستان نادیده بگیرن. نه صلح حکومتی، نه صلح فرمایشی، نه صلح نیابتی،
این صلح‌ها به درد نمیخوره، امکان داره که یک آرامش نسبی بیاید اما زود برهم میخوره، دوباره اونمو حالت قبلی تکرار میشه. پس بهترین کاری که نخبه‌های افغانستان میتونن بکنن همیست که بیاین صدای صلح واقعی را که چطور میتونیم با هم جور بیاییم بین خود. وقتی که با هم جور آمدیم در این خود، بعد میتونیم بوییم با دنیا چه رقم جور میاییم در اونجا. درست. یعنی بی صدا را باید بکشیم. درست. صلح افغانستان همیشه ارتباط داره، چون مثلا حضور امریکا یک بحث بسیار مهم است. تا دیروز میگفتن که ما اساکر خود خارج میسازیم و آل طوری معلوم میشه که میخواین حضور خود ادامه بدن. ادامه حضور امریکا به هر شکلی که باشه، چه به شکل استخباراتی، حضور استخباراتی باشه یا یک حضور کوچک باشه، به صلح و ثبات افغانستان میتونه کمک کنه؟ ببینید، ما یک کشور هستیم که در واقع روابط خود باید با تمام کشورها داشته باشیم. دو بشه شک نیست که آمریکا در مدت 20 سال افغانستان در واقع هم نفوذ داشته و حمایت کرده در اونجا. به یک بارگی نمیشه که بگویم که تو در اینجا توقف بده گپ تمام میشه. بالا هر رقمی که باشیم، افغانستان یک کشور است که باید حالت تعادل و توازن خود با تمام کشورهای جهان باید حفظ کنند. غیر از حالت تعادل، اگر یک سونگری کنه، گرایش یک طرف یا دیگر طرف، افغانستان باید دچار یک جنگ و جنجال کلان میشه. من نظرم این است که هم ایالات متحده آمریکا حضورش در افغانستان بسیار مهم است و هم در واقع این حضور چگونه تنظیم شوه. ببینین، افغانستان 20 سال حضور داشت در آمریکا، عوضی از اینکه بریم به طرف ثبات، جنگ بیشتر شد، تروریسم بیشتر شد، یک گروه به چندین گروه تبدیل شد، ثبات خوب وجود نداشت. حال بازم از ادامه حضور امریکا میگن. درست، اگر ناگزیر هستیم و یا به عباره دیگر بگویم که مجبور هستیم، چون حضور خوب بر ترتیب مطلوب نیست، این را چگونه تنظیم کنیم که حضور امریکا نسبی ثبات بیاره به افغانستان؟ مسئله فقط در مدت 20 سال فقط این تقصیر آمریکا نیست که در این مشکلات است. تقصیر اول برگردان رهبرای افغانستان است که در مدت 20 سال از حضور آمریکا و جامعه جهانی چه رقم اینا استفاده کردن. اینا استفاده کردن نتونستن. اینا بین خود به خاطر مسائل شخصی، آجندای شخصی، قوم، قدرت، هر چیز استفاده کردن به خاطر دیگر. و ما نمیتونیم در واقع بگیم تو چرا اقدام کردی. اگر واقعا ما رهبرای ملی می داشتیم، از این حضور و از این حمایت جامعه جهانی و خصوصا از حضور امریکا استفاده بینه به خاطر کشور میکردن، امروز ما در یک موقع دیگه قرار داشتیم. حالا چه رقم میتونیم تنظیمش کنیم؟ بله، من میگم که بیاین که یک سیاست خارجی متوازن داشته باشیم با تمام کشورها، که هیچ کشور احساس تهدید از نوعی افغانستان نکنن. با اون نسبت یک کشور میتونه که در واقع یک حضور اقتصادی داشته باشه، یک کشور دیگه میتونه که در واقع به ما کمک کنه در مسائل دیگه. یعنی ما در واقع حضور امریکا باعث ترس بعضی کشورهاست و نگرانی بعضی کشورهاست. اگه حضور امریکا رو هم داشته باشیم، بگیم که کشورهای دیگه ترس نداشته باشن، این تضمین چگونه به دست آورده میتونه؟ ببینید، فقط یگانه راهش همین است که ما در واقع یک قوت ملی داشته باشیم، دولت ملی. در اینمی چارچوب دولت ملی ما اصول اساسی سیاست خارجی خود را به گونه متعادل تنظیم کنیم، تا تمام کشورها بدانه که در واقع روابط ما با کشورهای منطقه و بیرون از منطقه چی هست، و به اون نسبت اگر تانستی بیکاره بکنیم، یک امر طویل مدت است. هیچ کشوری به خود جرأت نمیده که در واقع بیایم به شکل ناشیانه با داخل در افغانستان بکنه. راهی وجود داره، در این جای شک نیست. فقط در افغانستان مشکل کلان که بوده، مشکل رهبری در افغانستان بوده. در غیر صورت با این مدتی که یا افغانستان کمک شد، مطمئنه که ما در یک جای دیگه قرار میشیم تا این وضعیت موجود بحرانی. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. گران لودون کو تاسو نه هم مننه تر سپوری من سره وی راتل کی بحث پخدا سپارم. الله ممر.